یه آهنگساز یه چیزی رو میسازه که واقعا به دل آدم میشینه. چی شد؟ نگه خیلی فیلمنامه خوبیه ولی نمیتونم قبول کنم. چرا؟ زنه رو دوست نداری؟ برای تو نقش متفاوتی ها. میدونی که دارم مقاومت میکنم بر نگردم. رویا اشتباه میکنی، جای تو روی پرده سینماست، تو یه بازیگری. ولی من دنیامو جای دیگه پیدا کردم. اشتباه میکنم. آخر رو با هم هماهنگ نبودی. آقای اردستانی میکروفون بله. سوریسو یکمی نزدیکتر بزن. بله. سلام عرشه. سلام روی خانم. حال شما خوبه؟ متشکرم مرسی. طبق معمول فوق‌العاده بود. خیلی متشکرم. چطور بود خانم؟ هی. بد نبود. مشکل چی بود؟ یعنی میدونی چیه؟ نوستالژیش کم بود. یعنی اونجوری که من دلم میخواست نبود. اجازه بدید که در اجرا موزیکالیتی که من دلم میخواد در بیاد، مطمئن باشید که به نوستالژی هم میرسین. ولی یه توصیه دارم که اگر یک کمی از من فاصله بگیرید، بذارین من کارم بکنم و دخالت نکنید، خیلی بهتر خواهد بود. آره دوست عزیز من، ولی تهش من دلم میخواد این موسیقی روی این فیلم بشینه. من خیلی عذر میخوام وسط صحبتتون، فقط اگر که افتخار بدین افتتاحیه نمایشگاه من تشریف بیارید. با کمال میل حتما. خورشید یادت نره. باشه میام. خدا نگهدارتون.
به پات میخوره؟ چرا؟ کفش رو میگم. نه خب یه اندازه شو برمیداشی. از رنگشون خوش آمده بود. دفعه چنده بودیم به اینجا؟ بار اولم قبلنها اینجا نگه موندش. آقا مزفر قبول نمی کنن. میگن مارکاشون هم باید عوض کنی وگرنه برشون نمیدارن. نمیدم. آقا قبول کن، همین قبلش هم کلی پولش میشه. قبول نکن. آخه این همه کفشو میخواد چیکار کنی؟ در موگادیشو که نه دولتی و نه نظمی در آن به چشم می‌خورد، کودکان و زنان قربانیان اصلی‌اند. مادران نظارگر چشمان گرسنه کودکانشان هستند و کودکان بی آنکه بدانند چرا چشم به جهان گشوده‌اند، در هر ساعت و دقیقه از دنیا می‌روند. و آنها که زنده می‌مانند، سرنوشتی جز رها شدن نمی‌یابند. در دو منطقه جنوب سومالی که تحت کنترل گروه الشباب است، نزدیک به 4 میلیون نفر دچار قحطی شدند که 2 دهه جنگ داخلی در آن کشور باعث وخیم شدن اوضاع آن منطقه گردید. قحطی در شاخ آفریقا در پی خشکسالی لطفاً پیغام بگذارید. کمبود شدید بارش ها در منطقه شرقی قاره آفریقا در سال 2011 تشدید شد و در پی نزدیک به 12 میلیون نفر از ساکنان کشورهای سومالی. دلم نمیخواد پیغام بذارم، میخوام با خودت حرف بزنم. و اوگاندا را در بر گرفت. میدونم داری میری سفر. سومالی با 637 بکردی اونجا چقدر خطرناکه. تلویزیون خیلی آفریقا رو نشون میده. اصلا جای امنی نیست. از انگلستان و ایتالیا رویا نمیخوای جواب بدی؟ تو همیشه میخواستی جلوی چشم باشی، چه اون موقع که تو اوج بازیگری بودی، چه الان که زدی زیر همه چی. سومالی یکی از بالاترین درصدهای مرگ و میر کودکان را دارد. بخشید، نمیخوام یادآوری گذشته بشه. گناه من چیه؟ خواست خدا بوده اون بچه سخت بشه. چرا منو مجازات کردی؟ آوارگان برای یافتن چیزی برای خوردن کیلومترها را از بیابانهای خشک و سوزان طی میکنند و آنان که شانس میآورند و از گزند راهزنان و قبایل و خشم طبیعت جان به در میبرند، خود را به کنیا میرسانند و در اردوگاه‌های داداب و گاریسا اسکان میکنند. مظفر از خیلی اومدن کفش رو ببرن. نتونستم حفظش کنم. داری با خودت چی کار میکنی؟ کارخونه رو از دست دادی، دیگه چرا کفش رو نمیفروشی؟ آخه میخوان اسم تولیدی مظفر رو بردارن. وقتی دارم میخرم بذار هر کاری میخوان بکنن. من صدقه نمیدم رهنا، مجانی میدم اما با مارک مظفر. ماشین بزرگتر نبود؟ سلام آقا مظفر. سلام سلام. جا نمیشین تو؟ ایراد نداره، نهایت میرم یه بار دیگه برمیگردم. بیاین از این ور، از این ور. همین هست، جمعشون کنیم. کفشای بچه ها اون بره. آقا مظفر این خیریه چند تا آدم بزرگ هم داره. آدم بزرگ تو خیریه بچه ها چی کار داره؟ ما دیگه آقا مظفر. همین 3 نفر؟ بله. به شما میرسه. خیر میبینی. بچه ها به جمعه، به جمعه.
میدونی که تو باید به من راستشو بگی. خوبه مثل خودت تو سینما یه آنی داره، مهم اینه که نگاه خوبی داری، اون از همه چی مهم تره. و وقتی اینو میگی من باید بال در بیارم. نه حالا بال در نیار، البته من چون دیجیتال زیاد دوست ندارم و آنالوگ دوست دارم این دیگه است، ولی نگاهت عالیه. خوش اومدین آقای شهبازیان. سلام خانم. خوبی؟ شما بیشتر میدونید ولی فکر میکنم کارشون خیلی خوبه. مگه اینکه شما هم من تعریف کنید. مهمان عزیز خیلی خوش اومدید، بفرمایید. اصلا تو چته؟ کدوم منطقی میگه آدم تو اوج شهرت همه چی رو ول کنه و بذاره بره؟ کی میگه من دارم همه چی رو ول میکنم؟ فقط الان این کار برام مهمتره. تو فکر میکنی اگه به خاطر سوپر استار بودنت نبود این همه جمعیت امشب میامد اینجا؟ خدا رو شکر حداقل یه سابقه خوب برام مونده. ولی اینطوری نیست، مردم فراموشت میکنن وقتی بذاری بری. سینما اینجوریه. میدونستم بر نمیگرده. اون اصلا مشکلش چیز دیگه است. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ میتونستیم یه بچه از پرورشگاه بیاریم، نخواست. همیشه همینو میگی. من بچه ای رو که مال خودمون باشه رو میخواستم. باش، این دفعه جدی راجبش فکر میکنم، قول میدم. بقیه کفشا رو میخوام بفرستم برای ابراهیم. خانواده ما هیچ وقت شانس نداشت. اون از ابراهیم، اینم از من. یعنی من شانس تو نبودم؟ باشه، منم با کفشا میرم. زود برمیگردم. ابراهیم هم همینو به مادرم گفت. که این زندگی واقعی ارنست همینگوی بوده؟ نه بابا، این واقعی واقعی؟ یه مقدار زیادیش، تو خودش با زنش، زن اولش بود، خیلی سفر رفت. سلام. الان برون ماهه. چطورونه؟ خوبه ماما؟ قربونت برم الهی عزیزم. خیلی سفادی شد. مهمونمونم که اومده. آره عزیز بره. برفای کلیمانجارو. بابا گیر دادی به سوزان هایوار؟ اون موقع که فیلمو تو سینما مولان روش میدیدم. آره دروغ نمیگم، گیر داده بودم به سوزان هایوار. اما حالا میخوام ببینم دخترم کجا داره میگه. باور من الانم داره به خاطر اون نگاه میکنه. نگه خانم باورش نمیشه، سوزان من خودشه. کجا؟ اینجا باشه، به این دست نمیزنی تا هم برگردم. چشم، میام همه چی رو برات تعریف کنم. حتما. آره برسی آقا حفظی. معرکه گرفتی یا چیکار کنم آخه؟ حال روز ما میبینی نگین جون، اون از باباش، اینم از این ماما. همه ای زندگی رو ول کرده داره میره اون سر دنیا. من جای خطرناکی نمیرم. پس اینا چیه تلویزیون داره نشون میده؟ هیچی، چه اتفاقی نمیفته. شما علکی نگران نباشید. من نمیتونم همینطور بچه یکی یه دونم رو بفرستم به امون خدا. میدونم چرا میره، داره از وضعی که خودش درست کرده فرار میکنه. داره شور بزنه. میدونم. بواز به خودت باشه بابا جون. بفرما دخترم. دستتون درد نکنه. نه 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 الان واردش نکن، وقتی رسیدی اونجا واردش کن. خوبه؟ خیلی مقدشو خواهد بود که از طریق عربستان و یمن و اتیوپی ادامه مسیر خواهیم داد و تا ارتفاع 23,000 پا اوج خواهیم گرفت. خواهش میکنم کمربنداتون رو بسته نگه دارید در طول پرواز. سپاسگزارم. سلام خانم افراسیابی. سلام. خانمم خیلی بازی شما رو دوست داره. لطف دارن. خانم
بفرمایید. آقا تو سالن منتظرمونه. بفرمایید. خیلی خوش اومدین. سلام. به مقادیشو خوش اومدین. خوش اومدین. به سومالی خوش اومدین. اینجا هنوز جنگه؟ نه نگران نباش. ابراهیم کجاست؟ میبینیدش. اینجا یه مکان نظامیه تحت نظارت ارتش اتحادیه آفریقا. یعنی نمیتونم عکس بگیرم؟ نه نمیشه. پاسپورتتون. آقای مظفر پاسپورتتون. بله بله بفرمایید. بچه‌ها پاسپورتتون. اگه جنگ نبود که قحطی نمیشد آقای مظفر. الان 22 ساله از زمان سقوط جنرال زیاد باره اینجا جنگ داخلیه. استاپ. من میرم ستاد برای تحقیز کالاهای شما آقای مظفر. شما با علی ایدر بریم ساختمون مرکز. باشه باشه. سلام خانم، خوش اومدید. سلام. سلام خانم. سلام. 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 ایشون کارولین؟ همکاران ما هلال احمرن. فارسی خوب حرف میزنن. خوشبختم. شما اونا رو بشن. مرسی. خیلی خوشحالم که با یک کنفشی ایرانی از نزدیک ملاقات میکنم. شما چه خوب فارسی حرف میزنید. من با هرالمک خیلی وقت کار میکنم. شما مال اینجایی؟ من کنیایی. بفهم. علی در ابراهیم کجاست؟ تو داخل اردوگاه. منو ببر پیشش. میرم. سلام کنم. سلام. اتاقتون اون بالا است. بفهمه. خوب؟ اگر کاری داشتین من پایینم. مرسی. حتما.
بابا جون. بیا خوب بودا. Your hand, your hand, your hand. Good. تو کجا سومالی کجا اومدی؟ اونجا بودم میخوام بیام آفریقا. از این آوردی؟ خواهر تق داره، حق داره نگرانت باشی. نه 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 تو رو خدا اینا دیگه نگوش. الان میخوام به چای بدم. جنگی با برس بعدن، برس بعدن از این حرفا بزن. رعنا چطوره؟ خوبه، خوبه. بذار برای چای بریزم. اولین چایی تو سومالی. همه جایی سومالی اینجوریه؟ آره، نه مهم نیست. چی شد؟ تلخه؟ داغ. امیدوارم به پاتون بخوره. فکر کنم اندازه است. برای شماست. ممنونم. خواهش می‌کنم. به کفش مظفر. ها تولیدی خودتونه؟ بله بله. به به. از بهترین مواد ساخته شده. محکم، راحت و با خیل خود. میشنوه؟ بله، همه خونه ها موتور برق داره. یه پا بزنید. بله. بپوشید. چشم. معروفترین محصول سومالی. بله، سومالی به موزش معروفه. بفرمایید. چشم. ما بزرگترین تولید کننده موز هستیم. بهترین مبوی جهره داریم. یه ساحل طولانی که میتونه در شرق افریقا بهترین بندر باشه. خوشمزه. What is their name? What's your name? My brother in law. شمجی؟ دیو شمجی. کجایی تو؟ شوهر خواهر. علی در خوبی؟ خوبی شما. ابراهیم جان سلام خواهر. ایشون خانم افراسیابی هستن. خیلی خوشبختم. خوش اومدید. منم همینطور. اونم پیشم. شوالی؟ البته فعلا عکاسی میکنم. موضوع عکساتون چیه؟ خیلی حرفه‌ای نیستم، یه جورایی کار دلیه. تو این سفر چی؟ دوست دارین رو چه موضوعی کار کنیم؟ مثلا جنگ، قحطی، طبیعت بیرحمش؟ بچه‌ها. بچه‌ها اینجا از جنگ و قحطی جدا نیستن. برای خیلی خوش اومدید. برای شما هم دارم. هدیه شما. واقعا؟ بله، فکر میکنم اندازه پاتونه. محصول وطنه دیگه. نه نه خیر، چینیه. مرسی مرسی. قابل شما رو نداره. آقای مظفر، چجوری فکر تو افتاده که کفش بیاری؟ اگه نونوا بودم نون میآوردم. ولی واقعا اینجا کفش کمک مهمیه. این رو دوگاه بر از رتال عقبه. سیمکارت شما. اینجا اینترنت هم داری؟ آله.
ولی سرعتش پایینه. ما تو مگادیشو چند تا اردوگاه داریم، هم خارج شهر هم داخل شهر. فردا هم داریم صبح زود میریم بیرون. به هیچ عنوان از گروه جدا نشیم، بدون محافظ نریم بیرون. اینجا جای خطرناکیه، احتمال آدم ربایی وجود داره. ما به چه دردشون میخوریم؟ اینجا دزدان دریایی و زمینی فراوانه. شب بخیر. شبتون شب بخیر. بله رسیدیم. خوبی؟ بابا خوبه؟ نگران نباش، قربونت برم. چشم خداحافظ. مسعود، اینجا کشور ثروتمندیه، هر نقطهش پر از معادنه. بس این همه جنگ و قحطی برای چیه؟ اینجا کشور آبادی بوده، هر طایفه و قبیله قدرت خارجی رو به خودش جذب کرده، استعمارگر نو پونه هم دست از سرش برنداشته، تیکه تیکش کرده. سومالیلند و جوبالند و پانتلند و ای کاش این کشور این همه ثروت نداشت ولی یک ذره امنیت داشت. جاست 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 مسعود من نمیدونم نشوار پاشون چنده. اینا کی هم فوتبالیست هم؟ او اینا قربان تو میدانی، اینا هم شاگره منه. ببین سن کفشش گوشاده. خوبه او از دست بوتان نه این کچکه، نه این گوشاده است. سر اینجا پخش کنیم توی اردوگاه. آمد اینا کیا؟ الشباب بقا بزنی. ابو دونده ها ابو دونوف استنی
این شب از اون جابه هایی کمتر میشه اینجا پیدا کرد. گوش کنید، یک ساعت است که صدای تیراندازی شنیده نمیشه. چی شد؟ خبری نشده ازشون. ماما سوا؟ آنا چرا غذا نمیخوریم؟ دیدن این صحنه هنوز بر من عادی نشده. اگه قراره براشون کاری کرد باید سرپا بود. گرسنگی توان فکر کردن، توان ساختن، کمک کردن رو از آدم میگیره. از این مردم و گرسنه و بدبخت چی میخوان؟ ناامنی. سر اون بچه ها چه بلایی میان؟ مزدور میشن. داشتن آماده میشدن واسه مسابقه. ابراهیم چرا شبیه رعنا شدی؟ اونم گاهی وقتا رو بیرون نشسته و نگاهش جای دیگه است. ابراهیم برگرد. هیچ جا آروم نیست. هیچ جا. تبش خیلی بالا اورژانسیه دکتر، تبش خیلی بالا. همه اورژانسیه. نسم چه یه نفر نیست غیر از تو آمپول بزنه. اون ده بزدی این بر بزن هرچی نباید سر جای خوش زد. این بر اون بر فرق نداره حجت. اصلا به آقا خود بزن. الان دیگه بچه هم به خاطر یه آمپول این همه داده فریاد را نمیندازن. اون همه مریض پشت دره. بزن آقا من دیگه. بزن آقا. دست دوجت بشکن با این آمپول که زدی. من موهب هستم. خجالت داره آقا موهب. من از بچگی اینقدر که بودم از آمپول خیلی بوقا میترسیدم. خوشبخته. شما اینجا چی خواهد بریم؟ اومده بودم دنبال آب. به به. چه جایی هم شما دنبال آب آمدید؟ نگفتی اسم شما چی است؟ مسعود مظفر. مسعود مظفر. من برای شما آب میفرستم. ممنون. خانم افراز شبی؟ نخوابیدین؟ نه، شما چطور؟ منم نه، ولی خوب عادت دارم. داشتم می آمدم، بابام اینو به هم داد. البته بچه که بودم تصور منم از آفریقا شکارچی و شیر و پلنگ و زرافه و رقصای آفریقایی بود. بله.
تصور همه همینه. دیروز خانم خیلی روحیه جنگنده ای داشتین عکس میگرفتین، خیلی خوشم اومد. فکر میکردین فقط به درد عکاسی طبیعت میخورم؟ نه 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 واقعا نه. دیروز من له شدن آدم ها رو دیدم. خب اون قدم ناامید کننده نیست، واقعا یه روزنه های از امید وجود داره. کارولی کانگا واتو تونتاکا کوین دا اینجا ها؟ کپکیاکو بریم یه جایی ببرم اتو. علیکم سلام. خسته نباشید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. صدا. سلام علیکم. خسته نباشید. سلام علیکم. سلام علیکم. گفتم خیلی هم ناامید نباشین. برای این بود. این هنر این مردمه. خیلی قشنگه. اینا برای کاری هم که میکنن پول میگیرن. فکر کردیم این بهترین کاریه که میتونیم براشون انجام بدیم. من میتونم عکس بگیرم؟ آره. No, thank you. بردیم اگرم نمیخوریم بردیم. یا طفلی مسمک. What's your name? آبی. Nice name. Do you know what's my name? روما. رویا. رویا. Are you photographer? Yes, you know that. You were tired. Did you sleep last night? Last night was my post, but I felt sleep. How old are you? 16. Really? 10. Abi, go. Gas. Sava. Ne bakşit. Havuzet kuşu. Ne bakşit. Dava.
بود سایز خوبه این خوبه خوب هستی نمیخوای؟ آقای مداد چی کار داری میکنی؟ اینجا که کمپ ما نیست بیا بریم جوابم بدی. خوشحالم صدا تو میشتم. میخواستم با یکی حرف بزنم. رویا خیلی نگرانتم. یکم دیر شده نگرانم باشی. اصلا تو اونجا چی کار میکنی؟ درست میگی. بعد از تو اجازه میگرفتم. دست بردار. شوخی میکنی؟ نه جدی میگم. شوخی از ازدواج من و تو بود. گذشته ها گذشته. برش کن با آینده فکر کن میدونی پسرمون الان یه سالش بود اگه میتونست زنده بمونه تو زندگی عادی میشه یه بچه دیگه هم داشت عجله کردی تو اون یکی رو هم نمیخواستی هنوزم دیر نشده میتونیم از اول شروع کنیم واسهش من خیلی فکر کردم شنیدم گرد و خاک کردی خیالت توی تهرانی؟ ممنون که اومدی چی میخوای؟ میخوام بنزین اردوگاه غذا بپزم خودم هم بپزم اها فکر کردم سلاح میخوای نه نه حالا منو چی هست؟ قیمه نظری ایرانی دارم دیواره میشم من احمق غذاشون میریختم زمین اون پککشو چی؟ اون پککشو تا فردا برات جوش میکنم ممنون خدا حافظ شما ممنون غذا کم نیاد برنج کم نیاد هرچی برنجش بیشتر باشه بهتره آتیشو کم کن کم کن همش تحریک نشه این خورشتای نظری شده آقا مظفر این برنجت فقط یه رغون کرماشونی کم داره خیلی خوش نشینی آقا جان اینجا موگادیشوه حالا این یارو لیموامانی از کجا پیدا کرده خانم اینجا همه چی گیر میاد نمکش کمه آقا مظفر ببین به عشق خورشت قیمه ما رو به چه کارهایی واداشتی یه کوسیب زمینی اینجا ریختی غذا کم نیست خیالتون راحت باشه کم نمیاد آقا مظفر بوی قیمه نصف مگادیشو رو برداشته سلام خوبه دربونگا رو چرا بسته بذار همه بفهمن حالا واسه نگیرید من قبلا مرتبه کنم بعدم آقا ابراهیم فکرام خوبه مثلا اینکه ببینین طعمش خوبه بابا اگه یکم زعفران بود میگفتم چه قیمه‌ای میشد اصلی به سوق اومدن با شما کال دارم هنوز به خاطر اون کاری که تو آشپزخونه آفریقای جنوبی کردی بنده رو میبرن میارن باید میفهمیدن آشغال به خورد این مردم ندن سلام علیکم دکتر ابراهیم روغنش کم نیست بس که هیچ وقت تو خونه کار نمی کنی یالا پیدا کردی خودش یک مصرف عالی در جایی سلام باشی مزفر خوبه دفت شدر نکن بذار اونجا بقیهش بیار مهم نیست یکم مخارج بالا رفت شما باید حساب میکنیم خیلی راحت حساب میفرستم برای شما ماشاءالله خانم عکاس چطورن چقدر به شما آشپز میاد عجب عطر عجب عطر ماشاءالله ماشاءالله من بچه ها میارم اینجا غذا میخورم با شما مگه اونام تو اردوگاه هم آقای دکتر سیب زمینی لطفا
چی شده؟ به کارگاه حمله کردن. یعنی چی؟ نمیخوان اون کارگاه باشه ولی ابراهیم دوباره سرف پاش میکنه. چرا انقدر براش مهمه؟ اونو با زنش ساخته. با زنش؟ همونجا کشتنش. فکر میکردم ابراهیم دست برمی داره. خیلی تن هست. دوستش داری؟ من باید برم اونجا. الان هیچ ماشین نداره. دیروز که رفتیم خیلی دور نبود، میتونم پیاده برم. برای شما خیلی خطرناکه. نگران نباش. بذار این رو ببینم گا. اینو بذار. اینو ببن. چه به تو میاد؟ بریم. کجا میری؟ صبر کن. افراسیابی، خیال کردی فیلم تو این شهر جنگ زده همینجوری میانی تو خیابون؟ اینجا چه خبره؟ شما باز چی اومدین اینجا؟ کار همیشه شونه هر بار بگرد اینجا خرمش بکن روزی سیرشون نخور برد ابراهیم ببرگرد حدی اقلی مرخصی بگیر کجا برمیگردم آقای مظفر؟ ما تازه با هم آشنا شدیم آقای مظفر. شایدم خدا بخواد چه میدونم با هم فامیل میشیم. آقای ابراهیم شما خودش خیلی خوب میدونی اینجا یک کمپ هست این نزدیک، همه امکانات از شما بیشتر. این بدبخت بیچاره ها میفرست اونجا. برای من فرقی نمیکنه اینا اینجا باشن یا یه جای دیگه، مشکل من آدمی مثل تو و امثال توه. شما حرفای تکرار خیلی زیاد زد. از کجا معلوم که این کار تو نباشه؟ چقدر پول گرفتی؟ سهم آرد و شکر تو چقدره؟ آقای مظفر برمیگردم برمیگردم. نه شما نه اینقدر ساده، اینجا کار فراوان. من محب دست شما کار زیاد میدم. چطوره؟ تو خونه یه هیچ سومالیایی از این چیزا شما نمیبینی مگر خانه من. قشنگه ولی من سر در نمیارم. آرام آرام سر در آوردن با من ارزش اینها از طلا خیلی خیلی بیشتر است. بفرما. شما چطور سر از اینجا در آوردی؟ زنگبار رفیق، زنگبار. من در زنگبار تشکیلات دارم. آقا مظفر اجداد من ایرانی بودن، اهل شیراز، آمدن تانزانیا سکونت کردن. بفرما. جد من سلطان حسن 600 سال پیش رفت به زنگبار برای تجارت و حالا نوادش محب من در اینجا سومالی امارت برپا می کنم به همین سادگی. پس شما هم تجارت تو خونتونه. کفش های شما هم خیلی خوب و محکم است. عقل شما کم هست که این کفش ها به این خوبی مجانی پخش میکنی؟ اگر در مملکت شما نمیفروشی به من بگو، من با پول خوب آب میکنم اینجا. من برای خرید و فروش اینجا نیومدم، اما تو فکرم یه کارخونه کفش اینجا بزنم. اگر بخوای ابراهیم بازی راه بیاندازی من نیستم.
اما اگر بخوای تجارت خوب راه بیندازی، یک کارخانه کفش اینجا میزنیم، یکی توی کنیا. تا حالا به فکر جنم نرسیده بود کارخونه اینجا بزنه. راهله؟ راهله؟ آوای راهله؟ سلام. غذا دیار میاد. میبینی؟ من یکی صدا میکنم چهار تا میاد، شما یکی صدا میکنی چند تا میاد؟ همون یکی هم نمیاد. اینطور که میگن اینجا همچی جای بدی هم نیست. کم کم یک چیزهای دستگیر شما میشه. کم اپستر. My father. Come. Apian. I can play it. Really? پدرشم پیانو میزده، برای همین دستشو قطع کردن. تو این سرزمین صدای موسیقی هم قدغنه.
چه سکوتی. بودن تو فضای آفریقا و طبیعت آفریقایی حتما برای شما یه حال دیگه ای داره. برای شما چطور؟ من تو کار کفشم. شما که پای همه مردم سومالی کفش مزفر کردین. بالاخره خندیدی. تولیدی مزفر یه کار خانوادگی بود، از اونایی که پدر بزرگون بالا بود همینجور میومد پایین تا میرسید به دست بچه ها. به دست من که رسید بازار پر شد از جنسای بیکیفیت چینی. بعدش هم که همه چی تعطیل شد. شامبو توی این چند روزه خیلی خسته شدی میدونم، درست میگم نه؟ نه، مثل همیشه کارم میکنم. ولی شما ببین کارولین، تو هم کار خوب منی. واقعا اگه تو نبودی معلوم نبود که من بتونم اینجا رو بگردونم یا نه. فکر نکنم دیگه بتونم. میکنم از اینجا برم. شروع نکن. برو. چی شد؟ با پدرش فرستادیمش کنیا. اما هنگ کردیم اونجا درس بخونه توی مدرسه. اینجا خیلی بهتره. چیه مسعود؟ خوبی؟ نمیدونم خوبم بدم چیه. سلام رانا جان، خوبی؟ منم خوبم. ابراهیم هم خوبه. خبری نیست. اهم نوهم خوبه. بیارمش. تا چند روز پیش نگرانه این بودم میخوام کارم رو ادامه بدم یا نه. حالا یه بچه به خاطر من آدم کشته. امروز در مورد خانمتون شنیدم، واقعا متاسفم. من و همسرم تو همین ساختمون با هم آشنا شدیم، اونم پزشک بود. برای همین اینجا موندیم؟ شاید، نمیدونم. دلیل دیگه؟ کارولینو میگی؟ نه همکار خوبمه، ولی توجه اون به شما بیشتر از یه همکاره. بله میدونم. ابراهیم من دیگه بیشتر از این نمیتونم اینجا بمونم. رعنا تنهاست. کی میخوای بریم؟ یکی دو روز دیگه. بودنت اینجا لیلا رو زنده نمی کنه. تو داری همه رو از دست میدی.
همه اونایی که دوستت دارن اینجا به من احتیاج دارن. من براشون کار درست کردم، چشم امیدشون به منه. اما تو تنهایی. این کار من و لیلا با هم شروع کردیم، میدونستیم تنهاییم. مسعود لیلا اینجاست. لیلا تنها نیست، همه اونایی که دوستش دارن کنارشن. ابراهیم از نو شروع کن. چقدر بهتون میاد؟ دست شما درد نکنه. نبا گلی فیلی زاده ها والت شیر خوشکار فرستادن هوا. هر چه به درد این مرده و بدبخت بخوره رو داغم میکنن. گوشیمو تو اردوگاه جا گذاشتم. ببین میتونی ابراهیمو بگیری؟ دوربینم نیست. که همه شبیه همه تو این بیابون گم شدیم. حساب نزن، حتما بنزین تموم کرده. شد دیگه. شب همینجا تو ماشین میمونه، قبل از بالا اومدن خورشید را میافته. شاید فردا اردوگاه پیدا کنیم.
چیکار داری میکنی؟ که اومدن دنبالمون بفهمن از کدوم طرف رفتیم. اگه راهزنا دنبالمون بودن چی؟ بهتر از مردن تو این بیابون خشکه. بیا باید بریم. دوباره راتون میندازم. به همه تون قول میدم. شما که اینقدر این کفشا رو دوست دارین، برای چی آوردینشون اینجا؟ بیشتر برای ابراهیم اومدم. 5 سال اینجاست. میخوام برش گردم. کجا داریم به؟ بیا. تمام شد. روزایی که سالت بار جمعه یه فیلم بیمسئله بود، تلویزیون سرتنش رو زده بود، هی پخشش میکرد. یه هواپیما تو بیابون سقوط میکرد. چی بود اسمش؟ پرواز فونیکس، رابرت آلدریچ. کاش یه فونیکس الان اینجا فرود میمد. ققنوس همه آفاق پیوندی نداشت، مهنت جفتی و فرزندی نداشت، در همه آفاق کس بی مرگ نیست. این عجایب این که کس را برگ نیست. رویا خانم، اونجا چند تا کفر دیدم. بلند شو، بلند شو. نمیت کنم اجا پیدا میکنی. هیچ کس نیست. Is there anybody here? خالی؟ کسی اینجا نیست؟ هیچ کس نیست. رویا خانم،
کجایی؟ کجا رفتی؟ بچه تو جا گذاشتی؟ آهای! کجایی؟ چی شده؟ این بچه تو بیابونم کردن خدا یا میبینی؟ حتی یه چیزی آبم برش نداشتی دخترم همیشه حسرت بچه رو داشتم حالا یه بچه رو تو بیابون تنها گذاشتم این بچه شیر میخواد از کجا؟ چجوری؟ نمیدونم تو میتونی یه کاری بکن تو چه میدونی از من؟ من هیچ چی نمیدونم همینقدر میدونم این بچه باید یه چیزی بخوره نمیره نمیتونم چی کار کنم ریشه درخت کندم شیره داره تلخه ولی از هیچی بهتر بیا بچه رو میده به من خب بیده بیا بخونم من آی سیزو Thank you.
یه مادر چطور میتونه از 4 تا بچهش یکیشو تو بیابون رها کنه؟ چشاش آفتاب میزنه. این معجزه است که تونستین به بچه شیر بده. کسای کچولو حابیدی نگفتی اسمت چیه؟ یه اسم خوب برام پیدا شرما نخوری. سوختم پام یه چیزی زدت ببندمش. بچه رو بردار. بذار پاتو ببن. بچه رو بردار. آخ پنیش کنم. میترسم. نترس، ما پیشتیم. میترسم که این بیابون تنها بمون. رویا خانم میشه اون لنگی کفشو بریم؟ نباید بخون. بخوابم خوب باشه. واقعا اون سیاه کوچولو باش. چی کار کنم؟ بابا
بچه بگی برو برو چه مسو تو بدم. بیا قربونت بشم. ما یلی بوزا ای او با یلی بوزا و باگوید هو باتی لی فنگلی لینتو